درود بر شما، عصر زیبای پنجشنبه‌تون بخیر و نیکی. نسترن امامی هستم و در این وبینار که توسط بروکر آی‌اف‌اس مارکت برگزار میشه با موضوع آموزش تحلیل فاندامنتال در خدمتتون هستم. همونطور که مستحضر هستین، توی جلسه گذشته در مورد این مطلب که تحلیل فاندامنتال چه هست و چه اهمیتی داره صحبت کردیم و 19 سایت معتبر و مفید در زمینه اخبار فاندامنتال رو به شما معرفی کردیم که با دسترسی به اون سایت ها در واقع شما قادرین که اطلاعات مفیدی رو در زمینه سیمبل معاملاتی مد نظر خودتون پیدا بکنید و یا گزارش ها و تحلیل های تحلیلگران بزرگ رو مطالعه کنید و با دانش و آگاهی بیشتری ترید بکنید. توی جلسه گذشته گفتیم که بعضی از سایت های ارائه اخبار که مثال زدیم فارکس فکتوری و اپیکس استریت رو، گفتیم این سایت ها با منتشر کردن اکونومیک کلندر یا تقویم اقتصادی به تریدرها این امکان رو میدن که در واقع از زمان اعلام اخبار و شاخص های اقتصادی مطلع بشن و خود تریدر با توجه به نحوه و میزان تغییر فاکتورها و شاخصهای اقتصادی و روابطی که بین این شاخصها وجود داره بتونه خودش تحلیل شخصی داشته باشه و توی سیگنالها و معاملات و سرمایه گذاری هایی که داره از اخبار اقتصادی که در تقویم اقتصادی وجود داره استفاده بکنه. و توی جلسه گذشته به عنوان تکلیف و تمرین یک فیلم رو به شما معرفی کردیم که نحوه کار با سایت فارکس فکتوری رو به شما نشون میداد و توی این فیلم کاملا توضیح دادیم که چطور میتونید از اطلاعات این سایت و همینطور از این اکونومیک کلندر یا تقویم اقتصادی که ارائه میده استفاده بکنین. و خدمتتون عرض کردم که نحوه کار با اکونومیک کلندر توی سایت های ارائه اخبار مشترک هست و اگر شما میخواید با فارکس فکتوری کار نکنید با سایت دیگری دوست دارین کار بکنید، هیچ ایرادی نداره. معمولا به یک شیوه اخبار رو اعلام میکنن و میتونید از این فیلم استفاده بکنید و باهاش اکونومیک کلندر سایت ها رو هم استفاده بکنید. و امیدوارم که با دقت این کلیپ رو دیده باشین و کار با این سایت رو و کار با تقویم اقتصادی رو یاد گرفته باشید. برای اینکه شما بتونید از اکونومیک کلندر به صورت مؤثر استفاده بکنید و یک تحلیل فاندامنتال درست و صحیح داشته باشید، نیاز دارین که رابطه شاخصهای اقتصادی رو بدونید و بتونید تشخیص بدین که یک خبر چه اثراتی رو در بازار ایجاد میکنه. یعنی بتونید درک بکنید چه زمانی یک خبر پیشخور میشه، چه زمانی توی آینده تاثیر خودش رو میذاره و توی لحظه تاثیر نمیذاره و چه زمانی خبر اصلا رابطه معکوس ایجاد میکنه و اون انتظاری که ما ازش داریم رو برعکس در بازار ایجاد میکنه. بنابراین توی این جلسه و سه جلسه بعدی قرار هستش که شاخصهای اقتصادی مؤثر بر ارزش جفت ارزها توی فارکس رو بررسی بکنیم و بعد سراغ شاخصهای اقتصادی مؤثر بر ایندکس و طلا و نفت میریم و سعی میکنیم تا جایی که من در توانم هست میخوام از معادل انگلیسی اصطلاحات اقتصادی استفاده بکنم تا با اصطلاحات تخصصی این حرفه آشنا بشید و در نتیجه یک درک بهتری از منابع انگلیسی زبان اخبار فاندامنتال به دست بیاریم. و از اونجایی که مطالب زیادی برای ارائه دادن داریم، پس اجازه بدید که سراغ اصل مطلب بریم و شما عزیزان هم اگر سوالی داشتین توی 20 دقیقه انتهای وبینار میتونید سوالات خودتون رو بپرسید و ازتون خواهش میکنم برای اینکه انسجام مطالب ارائه شده حفظ بشه، لطفا کامنت یا سوالی رو توی حین تدریس نپرسید. 20 دقیقه آخر وبینار متعلق به شما هست و توی اون 20 دقیقه حتما پاسخ سوالات شما رو خواهیم داد. بنابراین بریم سراغ اصل مطلبی که میخواییم ارائه بکنیم. ببینید، هدف تریدرها از سرمایه گذاری توی بازار فارکس یا هر بازار دیگه ای کسب سوده. سودی که در واقع از تشخیص صحیح در مورد ارزش ارزها و سرمایه گذاری روی ارزهایی که ارزش بیشتری داره به دست میاد و اینکه بیان سرمایه گذاری بکنن روی ارزی که ارزش بیشتری داره و اون ارزی که ارزشش کمتره رو بفروشن به همین راحتی. پس یک تریدر باید بدونه چه زمانی ارزش پولی یک کشور افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه. عموما هر چه که
اقتصاد یک کشور قوی تر باشه، پولش هم قوی تره. اما ارزش پولی یک کشور در نتیجه اقدامات، در واقع میتونیم بگیم در نتیجه تصمیمات کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکنه تغییر بکنه. ما توی تحلیل فاندامنتال میایم با تاکید بر علم اقتصاد بررسی میکنیم که چطور ارزش پول یک کشور افزایش و کاهش پیدا میکنه. در کل اقتصاد یعنی بررسی نحوه پاسخ به نیازها، و هدف علم اقتصاد و یک جامعه اقتصادی آرمانگرا اینه که بیاد به نیازها به گونه پاسخ صحیح بده که منجر به رشد اقتصادی یا اکونومیک گروث بشه. پس هرچه رشد اقتصادی بیشتر باشه، ارزش پولی یک کشور بالاتره. پس در نتیجه ما باید سر و کار داشته باشیم با رشد اقتصادی و ببینیم چه آیتم هایی باعث رشد اقتصادی میشه، که همونطور که توی این اسلاید میبینید ما سیکل رشد اقتصادی رو برای شما قرار دادیم و میخوایم این مراحل رو طی این مدت توضیح بدیم. چون در واقع رشد اقتصادی ناشی از رونق تولید ناخالص داخلی یا همون جی دی پیه، و از طرف دیگه رونق ناخالص داخلی باعث میشه که افزایش اشتغال داشته باشیم، و در نتیجه افزایش اشتغال ما بهبود قیمت ها و خدمات رو داریم، و در نتیجه با افزایش هزینه های زندگی و ایجاد تورم مطلوب ما میتونیم افزایش نرخ بهره رو شاهد باشیم، و در نتیجه باعث رشد نرخ ارز خواهد شد، باعث افزایش صادرات و در نتیجه افزایش درآمد ملی میشه، و بعد نتیجه اون در واقع افزایش ارزش پول یک کشور میشه. بنابراین کشوری که افزایش ارزش پولش در برابر صادرات بیشتر ایجاد بشه، اقتصادش قوی تره. پس نتیجه این شد که ما باید اقتصاد رو به سمتی هدایت بکنیم که صادرات بیشتری داشته باشیم. کشورهایی که بر مبنای صادرات دارن کار میکنن، افزایش ارزش پولشون بالاتر هست و اقتصاد قوی تری رو دارن و مناسبتر هستن برای سرمایه گذاری. این یک حالت نرم و کلی و در واقع ایدئاله. حالا ما میخوایم بیایم بررسی بکنیم که چه عواملی باعث میشه که جاییم یک اقتصاد به این سمت پیش بره. کشوری که رشد اقتصادی داره، یک سطح مطلوب از تورم و رکود رو داره. تورم inflation، رکود recession. این اصطلاحات اقتصادی رو من میخوام استفاده بکنم که شما بعدها که توی اخبار فاندامنتال دنبال این اصطلاحات میگردین درگیر نباشین که اینها چه ترجمه ای داره. inflation یعنی تورم، recession یعنی رکود. بنابراین ما گفتیم که کشوری که رشد اقتصادی داره، یک سطح مطلوبی رو از تورم و رکود باید داشته باشه. چون برخلاف تصور عموم که حالا فکر میکنن که تورم و رکود خیلی بده، نه، تورم و رکود لازمه یک اقتصاده و نه تنها بد نیست، بلکه یک حد اقلی از تورم و رکود رو ما نیاز داریم برای اینکه بتونیم رونق تولید و رونق اقتصادی رو ایجاد بکنیم. اما حالا شما در مورد معایب تورم خیلی شنیدید، ولی تورم یا اینفلیشن یک سری از مزایا رو داره که خیلی برای اقتصاد لازمه. ما به واسطه تورم میتونیم بیکاری رو کم کنیم، میتونیم افزایش تولید داشته باشیم و رونق اقتصادی ایجاد بکنیم. بنابراین کاهش بیکاری، افزایش تولید و رونق اقتصادی از مزایای وجود یک سطح حداقلی از تورم مطلوبه، یعنی یه تورم متعادل داشته باشیم، و رکود تورم باید در تعادل با هم دیگه حرکت بکنه، و ما در یک بازه هایی از زمان نیاز به رکود داریم و در یک بازه هایی نیاز به تورم. دقیقا اگر تو تحلیل فاندامنتال ببخشید تو تحلیل تکنیکال دقت کرده باشین، زمانی که ما یک روند رو میخواییم بکشیم، یک روند سعودی، برای هر تورم یا یک موج سعودی ما نیاز به یک رکود داریم، یعنی یک اصلاح قیمتی نیاز داریم که قیمت استراحت بکنه، یک مقدار اصلاح قیمتی داشته باشه و بعد مجدد موج بعدی رو شروع بکنه. بنابراین این رکود و تورم در واقع موجها و اصلاحاتی هستند که ما برای یک روند بلند مدت در رشد اقتصادی بهش نیاز داریم، و باید اینها در تعادل و در بالانس با هم دیگه حرکت بکنن تا ما شاهد یک رشد اقتصادی مناسب و بالانس اقتصادی در سطح کشور باشیم. چون اگه تورم نداشته باشیم، هزینه های زندگی پایین میاد،
وقتی هزینه زندگی پایین باشه، خب نیروی کار نیازی به اشتغال نمیبینه و در نتیجه میبینیم که ما با کمبود نیروی کار مواجه میشیم و به واسطه کمبود نیروی کار کاهش تولید خواهیم داشت، به واسطه کاهش تولید شاهد کوچک شدن اقتصاد میشیم. اما اگه تورم از طرف دیگه بیش از اندازه رشد بکنه، باز آسیبزاست و نیاز به یک سری دوره های رکود داریم که این تورم آسیبزا رو کنترل بکنه و مانع آسیبزایی تورم به جامعه بشه. چون در واقع میتونیم بگیم که تورم بالا قدرت خرید رو کم میکنه، تورم پایین هم که صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاری رو از بین میبره. در نتیجه ما توی هر جامعه ای متناسب با شرایط همون جامعه نیاز به یک سطحی از تورم و رکود داریم که به اون در واقع که به اون سطح میگیم تورم و رکود مطلوب، یا حالا حداقل تورم و رکودی که در هر کشوری هم متفاوت و متناسب با شرایط اون جامعه ممکنه که این حداقل و در واقع سطح متفاوت باشه. اما همونطور که میدونید اولین آیتم در واقع شاخص‌های اقتصادی که ما نیاز داریم به عنوان یک شاخص پایه و بیسیک بررسیش بکنیم، تولید ناخالص داخلیه. چون در واقع تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های پایه‌ای که باعث رشد اقتصادی میشه و افزایش ارزش پولی رو ایجاد می‌کنه. ما توی کلیپ آموزشی کار با سایت فارکس فکتوری که حالا تمرین هفته گذشتم بود، گفتیم که هر شاخص اقتصادی میتونه با 4 رنگ نمایش داده بشه. رنگ قرمز که گفتیم حاکی از این هستش که خبر اهمیت بالایی خواهد داشت. رنگ نارنجی که یعنی خبر اهمیتش به نسبت خبر قرمز کمتره. رنگ زرد که یعنی خبر رنگ زرد اهمیت کمتری رو به نسبت خبر رنگ قرمز و نارنجی خواهد داشت. و رنگ خاکستری رو مشاهده می‌کنیم که رنگ خاکستری هم نشون دهنده کم اهمیت بودن اون خبر یا اصلا تعطیلات بین بانکی و تعطیلات بازارهای مالی ممکنه باشه. و این 4 نوع خبر رو داریم. حالا میخواییم یک بررسی داشته باشیم روی خبرهایی که اعلام میشه و اهمیتی که دارن. آیتم تولید ناخالص داخلی یا ملی یا جی دی پی در واقع جز اخبارهایی هستش که با رنگ قرمز رنگ توی اکونومیک کلندر ها ما میبینیم و نشون دهنده تأثیر شدید و نوسانی شدن بازار هنگام انتشار این خبر هست. و میتونیم بگیم یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادیه که بر اساس اون میتونیم در مورد وضعیت کلی اقتصادی یک کشور بیاییم قضاوت بکنیم و ببینیم که کشورها توی چه سطحی قرار دارن و کشورها رو حتی با هم دیگه مقایسه بکنیم. چون رشد تولید ناخالص داخلی در واقع بیانگر ثبات اقتصادی یک کشوره و با رشد نرخ مبادله‌ای یا رشد نرخ ارز همراهه، بنابراین این شاخص میتونه نشون دهنده ارزش پولی کالاهای تولید شده و خدمات ارائه شده در داخل یک کشور باشه و صرف نظر از ملیت تولید کننده یا سرمایه گذار، تغییر جی دی پی میتونه در واقع به نسبت سال قبل و سه ماه قبل مورد بررسی قرار بگیره. یعنی شما جی دی پی میتونید وضعیت یک کشور رو توی دوره های سه ماهه بررسی بکنید، توی سال قبل و سالیان پیشتر هم بررسی بکنید و رشد اقتصادی یک کشور رو بیاین بر این اساس بسنجید. بنابراین شما در جی دی پی کاری که باید بکنید اینه که بیاید یا جی دی پی کشورهای مختلف رو با هم دیگه بسنجید و ببینید که ارز کدوم کشور رو باید بر مبنای جی دی پی بخرید یا بفروشید، و یا اینکه اگر میخواید همون کشور رو مقایسه بکنید که به نسبت گذشته پیشرفت داشته، رشد داشته یا اینکه نه کاهش داشته، میتونید دوره جی دی پی همون دوره رو با دوره قبل مقایسه بکنید، همون سال با سال قبل، سه ماه قبل، شش ماه قبل میتونید بررسی بکنید. تولید ناخالص داخلی در واقع شامل تمام هزینه در واقع کالاهای تولید شده و خدمات ارائه شده توسط یک کشور که یک بازه زمانی خاصه، مثلا ماهانه یا سالانه یا فصلی. یکی از نشانه های سلامت اقتصاد که بازده اقتصادی یک کشور را نشون میده همین جی دی پیه، که اگر نرخ بیکاری رو همزمان با
جی دی پی بیایم مقایسه بکنیم، اگر ما به صورت استاندارد و متوسط در کشورها بین 5.5 تا 6% نرخ بیکاری داشته باشیم، که حالا در واقع این رو بیایم همزمان با این نرخ بیکاری جی دی پی رو مقایسه بکنیم، توی یک اقتصاد سالم با بیکاری 5.5 تا 6% ما انتظار داریم که جی دی پی بین 2 تا 2.5% باشه. و وقتی که جی دی پی توی نرخ بیکاری بین 5.5 تا 6% به عدد 2 تا 2.5 برسه، نشون دهنده اینه که درآمد شرکت ها خوبه، وضعیت بازار سهام خوبه و در نهایت باعث رشد جی دی پی یا رشد تولید ناخالص داخلی میشه و رشد جی دی پی هم باعث میشه که ما یک روند تورمی رو در بازار شاهد باشیم. و اگر که رشد جی دی پی کمتر از 2 تا 2.5 باشه، نشون دهنده این هستش که ما یک اقتصاد ناکارآمد و ضعیف داریم و باید یک فکری به حال اون اقتصاد کرد. در کل این شاخص یعنی جی دی پی رو ما به دو صورت محاسبش میکنیم، یکی توی یعنی به روشی که میایم جی دی پی رو به نسبت سال گذشته بررسی میکنیم و فقط تغییر پولیش رو بررسی میکنیم که از نظر حجم پولی تولیدی که داشته چقدر بوده، یکی حالت هستش که ما یک ضریب تورم سالانه رو هم درش دخیل میکنیم و محاسبه میکنیم، یعنی علاوه بر تغییر حجم پولی برای رشد، برای سنجش رشد تولید ناخالص داخلی، میایم تورم رو هم درش دخیل میکنیم که این رشد حاصل تورم نباشه بلکه رشد واقعی باشه و یک دیتای صحیح تری رو به ما نمایش بده. بنابراین رابطه ای که جی دی پی با سایر شاخص ها داره اینه که میتونه روی وضعیت بیکاری و اشتغال تاثیر بذاره، روی وضعیت صنعت خدمات و تولید میتونه تاثیر بذاره، روی تورم و رکود میتونه تاثیر بذاره و همینطور روی درآمد ملی و در نهایت ارزش پول ملی میتونه تاثیرگذار باشه. من چند لحظه بهتون زمان میدم که اگر میخواین از این رابطه اسکرین شات بگیرین یا اگر که میخواین یادداشت بکنید و بعد بریم سراغ آیتم بعدی که صحبت بکنیم. این روابط بچه‌ها از نظر ما خیلی مهمه. اگر که شما این روابط رو درک نکنید، دونستن اکونومیک کلندر دردی از شما دوا نخواهد کرد و شما حتما باید این روابط رو بدونید، بعد بر اساس این روابط و اعدادی که تو اکونومیک کلندر اعلام میشه بتونید تصمیم بگیرید که چه پوزیشنی بگیرید و پوزیشن هاتون رو چطور مدیریت بکنید. من چند ثانیه بهتون زمان میدم تا میخواید اسکرین شات بگیرید یا اگر میخواید یادداشت بکنید تا بریم سراغ بحث بعدی. خب بریم سراغ آیتم بعدی. دومین آیتم و شاخص اقتصادی که از شاخصهای پایه و بیسیک هست و منجر به رشد اقتصادی و افزایش ارزش پولی میشه، شاخص اشتغاله. یعنی اینکه اعضای جامعه دسترسی به شغلی داشته باشن که به واسطه اون شغل بتونن کسب درآمد بکنن و به نیازهای زندگی روزمره خودشون پاسخ بدن. چون اگر هر یک از اعضای جامعه بتونه به نسبت کاری که انجام میده درآمدی داشته باشه که پاسخگوی نیاز اونها باشه، خب در نتیجه رفاه عمومی افزایش پیدا میکنه، میل به مصرف گرایی افزایش پیدا میکنه و ما در نتیجه یک تورم نسبی و مطلوبی رو برای رشد اقتصادی شاهد خواهیم بود. بنابراین ارزیابی وضعیت بیکاری و اشتغال مردم یک جامعه یکی دیگه از معیارهای پایه توی تحلیل فاندامنتاله که قادر هستیم با تأثیری که بر رونق یا رکود در واقع تولید و صنعت داره، یک ارزش پولی یک کشور رو بررسی بکنیم که ببینیم افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه. و نکته جالب اینجاست که یک رابطه یک دو سویه بین اشتغال و ارزش پول ملی وجود داره، یک رابطه دو طرفه است. همونطوری که بهبود وضعیت اشتغال میتونه باعث افزایش ارزش ارز کشور بشه، افزایش ارز هم میتونه باعث افزایش قدرت خرید بشه، باعث احساس بی‌نیازی به اشتغال بشه و کاهش انگیزه نیروی کار رو داشته باشه و در نتیجه باعث افزایش بیکاری بشه. پس این رابطه رو باید بهش دقت بکنید. روابط یک مقدار متضاد داره میشه اینجا. از یه طرف در واقع بهبود وضعیت اشتغال و
کاهش بیکاری میتونه باعث افزایش ارز بشه، از طرف دیگه اگر افزایش ارز داشته باشه میتونه باعث افزایش بیکاری بشه. چرا؟ چون وقتی که طرف میبینه که با همون میزان پولش به خاطر اینکه با در واقع قدرت خرید ارزش بالاتر رفته، دیگه نیازی نداره که مثلا اضافه کاری وایسه، میتونه از تایم اضافه کاریش کم بکنه و این باعث کاهش انگیزه میشه و در نتیجه ما میبینیم که افزایش بیکاری رو هم داریم. این روابط خیلی ریزه ولی خب در واقع تأثیری هستش که توی قیمت ها میذاره. و در واقع شما باید درک بکنید که بین متغیرهای اقتصادی یک رابطه پیچیده‌ای وجود داره که این رابطه کاملا متقابله و در نتیجه باعث میشه که شرایط اقتصادی توی هر کشوری متفاوت از کشور دیگه باشه و باید یک شناخت کاملی داشته باشین از اجزای اقتصاد و نحوه تأثیری که اونها بر هم دیگه دارن. برای مثال در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری، بسته به اینکه درآمد اصلی یک کشور از چه بخشی حاصل میشه، ما میبینیم که دیتاهای وضعیت بیکاری و اشتغال رو میتونیم به بخشهای مختلفی تقسیم کنیم و اون بخشی که اهمیت بیشتری تو اون کشور داره تصمیم گیری، در واقع تاکید تصمیم گیری ها روی اون بخشه. مثلا ما توی آمریکا کشاورزی اهمیت داره، بنابراین میان دیتاهای بخش اشتغال و بیکاری رو به دو دسته کشاورزی و غیر کشاورزی تقسیمش میکنن و توی کشورهایی که حالا خدمات توریست یا مشاغل صنعتی اهمیت داره، وقتی وضعیت دیتاها رو دارن بررسی میکنن تاکید بیشتری میکنن روی ارزیابی اون بخشی از بیکاری و اشتغال که در واقع منبع درآمد اون کشور هست و در واقع سعی میکنن که با تاکید به اون قسمت بیان و سیاست‌های بلندمدت تغییر ارزش ارزی کشور رو بچینن. در هر صورت برای توصیف وضعیت بیکاری و اشتغال یک جامعه ما آیتم های مختلفی رو داریم که به عنوان یک شاخص باید بررسیش بکنیم، ولی قبل از اینکه وارد اون آیتم ها بشیم شما میتونید این رابطه ای رو که نرخ بیکاری و اشتغال، در واقع میتونم بگم که وضعیت بیکاری و اشتغال، چون وضعیت بیکاری و اشتغال با نرخ بیکاری فرق میکنه و در واقع نرخ بیکاری آیتم بعدی هست که میخوایم بهش برسیم. یه چند ثانیه بهتون زمان میدم که رابطه وضعیت اشتغال و در واقع بیکاری رو با سایر شاخص ها اسکرین شات داشته باشید که باعث تغییر در نرخ بیکاری و بهره وری خواهد شد، باعث تورم و رکود خواهد شد، باعث تغییر توی وضعیت صنعت، خدمات تولید و تغییر در درآمد ملی و ارزش پول ملی میشه. پس مهمه که بررسی بشه که وضعیت اشتغال و وضعیت بیکاری به چه نحوی هست. دوستان صدا هست؟ خب پس عزیزان که میگین صدا نیست، مشکل از سیستم خودتون هست و در واقع سیستم خودتون رو باید چک بکنین. ما از جانب ما مشکلی برای صدا نیست. خب بریم سراغ آیتم بعدی. برای توصیف وضعیت بیکاری و اشتغال یک جامعه و نحوه تأثیری که بر سایر متغیرها و شاخصهای اقتصادی وجود داره، ما چند تا معیار داریم توی اکونومیک کلندرها و حالا با اینکه بیشترشون جز اخبار نارنجی یا زرد هستن، تأثیرات خیلی عمیقی رو بر شاخص‌های قرمز و با درجه اهمیت بالا می‌ذارن و به همین خاطر یکی از پایه‌های اصلی شکل‌گیری اخبار قرمزن. در صورتی که خیلی‌ها فکر می‌کنن که فقط باید با اخبار قرمز ترید بکنن و اخبار قرمز رو رصد بکنن، در صورتی که این معیارهایی که الان برای شما می‌خوام بگم جز معیارهایی هستش که چگونگی وضعیت این معیارها و شاخص‌ها باعث میشه که شما تشخیص بدید اخبار قرمز رنگ به چه سمتی حرکت خواهند کرد. بنابراین اگر اخبار قرمز بدون توجه به این معیارهایی که توصیف کننده وضعیت بیکاری و اشتغال تغییر بکنه و تصمیمات مهم خلاف این دیتاها گرفته بشه، اقتصاد یک کشور بیمار میشه و نمونه بارز این وضعیت دقیقا اقتصاد ایرانه. بنابراین برای توصیف وضعیت بیکاری و اشتغال این چند تا شاخص حتما باید زیر ذره‌بین کسانی که ترید میکنن باشه. اولین شاخص unemployment rate یا نرخ بیکاری هست.
نرخ بیکاری ارتباط بین درصد تعداد بیکاران و جمعیتی که آماده ورود به بازار کار هستند رو نشون میده. این در واقع جوانانی که بین 15 تا 24 سال دارن. خیلی فکر میکنن که این نرخ در واقع کل جمعیت بیکار کشوره، نه. این نرخ نرخیه که جوانان 15 تا 24 ساله یک کشور رو میاد رصد میکنه و در واقع یکی از ویژگی هایی که جوانان 15 تا 24 ساله دارن این جمعیت اینه که توی یک شرایط گذارن، یعنی از یه طرف دارن تحصیلات ابتداییشون رو تمام میکنن و حالا ممکنه که بخوان وارد دانشگاه بشن یا اینکه دانشگاه رو تمام کردن، حالا بعد از اینکه دانشگاه تمام شده لیسانسشون رو گرفتن، بعضی از محصلا میخوان هنوز ادامه تحصیل بدن، برن مقاطع بالاتر، تحصیلات تکمیلی رو پی بکنن، فوق لیسانس و باقی مراتب رو پیش برن. بعضی ها میان تحصیل رو بعد از در واقع دیپلم و لیسانس کنار میذارن و وارد بازار کار میشن. و یه بخشی هستش که نه ادامه تحصیل میده، نه دنبال مهارت آموزیه، نه دنبال مشاغل فنی و غیر فنی، نه اشتیاقی به کار کردن داره، نه مایل هستش که وارد بازار کار بشه. که اصطلاحاً به این دسته آخری که هیچ علاقه نشون نمیدن و نه تحصیل میکنن، نه دنبال کار میرن، جذب بازار کار میرن، بهش میگن NEET. NEET ها در واقع بدترین، این در واقع تو بهتون بگم که فقط مصرف کننده صرفان و هیچ تولید کننده ای نیستن و به عبارت بهتر تو اقتصاد به زبان عامیانه میتونیم بهش بگیم که نونخور اضافه هستن و بار سنگینی رو به جامعه تحمیل میکنن ولی فایده ای برای جامعه ممکنه که نداشته باشن. بنابراین این رصد این که جوانانی که بین 15 تا 24 سال هستن میان وارد عرصه بازار کار میشن یا میرن دنبال ادامه تحصیل که با مهارت بالاتری وارد بازار کار بشن یا جذب بازار کار میشن، این نرخ باید همیشه رصد بشه و دقیق هم رصد بشه. معمولا جامعه ای که ظرفیت کامل اشتغال داره، یعنی تو جامعه ای که در واقع شغل با تعداد بیکاران توی یک تناسب خوبی هست، نرخ بیکاری وجود داره بین 5.5 تا 6 درصد. یعنی ما نمیتونیم هیچ وقت نرخ بیکاری رو به صفر برسونیم، ولی نرخ بیکاری استاندارد و نرم 5.5 تا 6 درصده. توی آمریکا نرخ بیکاری 3.9 درصده، یعنی از نرخ نرم در واقع استاندارد کشورها هم پایین تره. 3.9 درصد نرخ بیکاری در آمریکا رو شاهد هستیم. ولی جالب اینجاست که خود ایران اعلام کرده که در واقع نرخ رسمی که برای این جمعیت اعلام کردن 29 درصد هست و در واقع خودتون حتما میدونید که آمار واقعی خیلی بالاتره و حتی یه سری از منابع غیر رسمی آمار رو 50-60% دارن اعلام میکنن که یعنی فاجعه. ولی در کل سازمان بین المللی کار فقط جمعیت NEET ها رو، یعنی نونخورهای اضافه جامعه رو 26% اعلام کرده. این جمعیتی که نه درس حاضره بخونه نه حاضر جذب بازار کار بشه. و اینجاست که با مقایسه این آمار متوجه میشید که چرا سلامت اقتصادی تو ایران وجود نداره، چون اصل و پایه اقتصاد که نرخ بیکاری هست با مشکل مواجهه و ما مشکل اشتغال داریم که تا این مشکل حل نشه ما نباید این انتظار رو داشته باشیم که ارز کشور ما تقویت بشه. کسی که الان تو شرایطی هستن که فکر میکنن که حالا چون یه کاهش نسبی در نرخ دلار تا یه چند روز اخیر داشتیم، فکر میکنن که قرار هستش که دلار بیاد به 4500 تومن 3500 تومن دو سال پیش برسه یا نه دلار بیاد رو 18 تومن 17 تومن، خب شاید با نوسانات ساختگی و دستوری در یک مقطع زمانی کوتاه صرفا برای جذب سرمایه از جامعه و از جیب مردم، شاید این نرخ در یک مقطع زمانی خیلی کوتاه ایجاد بشه، ولی ابدا در این نرخ نخواهد موند. چرا؟ چون ما نرخ بیکاری رو باید اول درست بکنیم اگر میخوایم ارزش پول ملیمون تقویت بشه. بنابراین تا ما این شاخص NEET ها رو درست نکنیم، نرخ بیکاری رو درست نکنیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در واقع دلار به ریال یک سیر نزولی پیدا بکنه و ارزش ریال ما بالا بره. آن این
امپلویمنت ریت یکی از شاخصهای مهم و کلان اقتصادیه که در واقع موتور محرکه بازاره. ما توی تحلیل فاندامنتال فارکس خیلی بهش دقت میکنیم و از اونجایی که پیش بینی کردن شاخصهای اشتغال یکم سخته، چون حتما باید آمار دقیق رو داشته باشیم تا بتونیم شاخصهای اشتغال رو بر مبنای آمارهای جامعه شناسی جمع بکنیم، اغلب اوقات رقمی که پیش بینی میشه با رقمی که اعلام میشه بچه ها تطابق نداره. یعنی ما زمانی که یک رقم اعلام میشه باید منتظر بمونیم تا این رقم بیاد و اصلاح بشه. بنابراین اگر امروز ما منتظر unemployment rate بودیم و مثلا امروز ساعت 5 نرخ اعلام شد، فکر نکنید دیگه این نرخ تثبیت شده است. حتما ماه بعد بیاد یه بازبینی بکنید ببینید نرخ بیکاری آیا اصلاح شده یا رو همون عدد فیکس و ثابت مونده، چون در اغلب اوقات این نرخ به خاطر اینکه آمار اقتصادی میاد و ببخشید آمار اداره آمار میاد و این آمار رو اصلاح میکنه، ما میبینیم که باید اصلاح بشن این نرخ ها. در کل افزایش بیکاری باعث میشه که ما کاهش ارزش پول ملی رو داشته باشیم و این شاخص رو میبینیم که معمولا با رنگ نارنجی یا قرمز توی اکونومیک کلندر ها منتشرش میکنن، چون علاوه بر اینکه یک نوسان لحظه‌ای روی چارت ایجاد میکنه، میتونه روندهای بلند مدت هم ایجاد بکنه. به همین خاطره که ما به تریدرهای کوتاه مدت و تریدرهای بلند مدت به هر دوشون پیشنهاد میکنیم که حتما unemployment rate رو مورد بررسی قرار بدن و فکر نکنید که همون لحظه که تصویرش رو گذاشت تمامه. نه، این در واقع پایه‌ای هستش برای تغییر سایر شاخصهای اقتصادی. و افزایش این نرخ باعث میشه که ما افزایش نرخ بیکاری باعث میشه که ما کاهش ارزش اون پول رو داشته باشیم و کاهش نرخ بیکاری باعث افزایش ارزش پول میشه. از طرف دیگه اگر که ما کاهش زیادی رو توی نرخ بیکاری ببینیم و در واقع نرخ بیکاری خیلی کم بشه، میبینیم که نرخ رشد جمعیت هم همزمان با این نرخ کم شده، این آیتم هم باش همزمان بشه، باعث میشه که ما نیروی کار کم بیاریم و در نتیجه همزمانی نرخ رشد جمعیت، کاهش نرخ رشد جمعیت و کاهش نرخ بیکاری میتونه باعث کمبود نیروی کار بشه و در نتیجه میبینیم که کارگرها ممکنه حقوق درخواستی بیشتری بخوان چون نیروی کار نیست. در نتیجه میبینیم که هزینه های تولید ما بالا میره و باید هزینه بیشتری رو بابت حقوق دستمزد کارگر پرداخت بکنیم. در نتیجه تولید کننده سودش کم میشه، پس ممکنه که کاهش تولید داشته باشیم، کاهش درآمد ناخالص ملی داشته باشیم و در نهایت باز هم باعث کاهش ارزش پول بشه. پس میبینید که نرخ بیکاری رو شما نباید به تنهایی بررسیش کنید. نرخ بیکاری باید همزمان با نرخ جمعیت کار کشور و نرخ رشد جمعیت باشه و این دوتا رو باید در کنار همدیگه ببینید و فکر نکنید که اگر یک رابطه وجود داره اون رابطه دیگه تمامه و روی روابط دیگه تاثیر نمیذاره. نه، این روابط کاملا پیچیده و متقابله. به طور معمول ما اگر هر 1% کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم باید 3% رشد در تولید رو تجربه بکنیم. یعنی یک فرمول و رابطه ای که هست میگه هر 1% کاهش نرخ بیکاری باعث 3% رشد توی تولید میشه و این رابطه ای هست که بین بیکاری و رشد و تولید، رشد تولید و رشد اقتصادی و ارزش پول وجود داره. اینم اگر میخواین ازش اسکرین شات بگیریم تا بریم سراغ مبحث بعدی. مبحث بعدی وضعیت اشتغال یا employment situation هست. employment situation، وضعیت اشتغال. وضعیت اشتغال در واقع یک گزارشی هست که شامل جزئیات و ارقامیه که تأثیر خیلی زیادی رو روی بازارهای مالی داره و یک
گزارشی که ماهانه اعلام میشه و میاد اشتغال، حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی رو اعلام میکنه. بچه هایی که روی دلار کار میکنن و همطور که میدونید دلار یکی از ارزهایی هستش که در واقع مبنای بازرگانی بین الملل و تجارت بین الملل هست و بنابراین همیشه بررسی ارزش ارز دلار همیشه به عنوان یک بیس پایه توی تحلیل های ما باید باشه. هرچند اگر شما بخواید با ارز کار بکنید که یک سمتش دلار نباشه، ولی میبینید که باید دلار رو همیشه بررسی بکنید. توی آمریکا هم تو که اول به این ویدیو هم بهتون گفتم، اطلاعات بخش اشتغال تو دو دسته کشاورزی و غیر کشاورزی بررسی میشه. بنابراین توی employment situation ما در واقع داریم اون بخش غیر کشاورزی رو بررسی میکنیم و اعلام میکنه که چند درصد نیروی کار جامعه توی چه صنایعی دارن کار میکنن، چه صنایعی سود و زیان دارن و جزئیات این بخش رو میاد منتشر میکنه. و جزئیاتی که ما توی employment situation میبینیم خیلی فراتر از جزئیاتی که توی نرخ اصلی بیکاری میبینیم. بنابراین بچه ها شاخص employment situation خیلی مهمتر از نرخ بیکاریه، چون اطلاعاتی که این شاخص به شما میده در بلند مدت تأثیر خیلی زیادی داره و برای سرمایه گذارانی که میخوان روی در واقع سرمایه هاشون دقت کنن که توی چه بخشی از اون جامعه سرمایهشون رو سرمایه گذاری بکنن خیلی مهمه و میتونه سیاست های اقتصادی رو کلن تحت پوشش قرار بده و میتونه در واقع سرمایه های سرگردان رو جهت‌دهی بکنن به کمک جزئیاتی که از این قسمت میبینید. هم صحبتی که من توی وبینارهای قبلی کردم در مورد کوسه ها و گرگ های بازار و نهنگ های بازار، گرگ ها، نهنگ ها و کوسه های بازار به کمک اطلاعاتی که از employment situation میگیرن میان به این فکر میکنن که باید سرمایه های سرگردان رو به کدوم بخش جهت بدن. و به قدری اهمیت این شاخص بالا هست که اقتصاددان ها و تحلیلگرهای بزرگ دنیا در واقع این رو به عنوان شاخص اصلی میدونن که به بقیه شاخص ها مثل CPI، مثل نرخ بهره جهت میده و حتی نرخ بیکاری رو هم همین employment situation میتونه بررسی بکنه. و لحنی که این گزارش داره، یعنی اینکه مثبت باشه یا منفی باشه، نشانه‌های خوبی توش باشه یا نه، میتونه گزارش‌های اقتصادی که قرار هست در طول ماه بعد منتشر بشه رو تعیین بکنه. بنابراین خیلی مهمه این شاخص و حالا گاهی اوقات ببینید که جز اخبار نارنجی اعلام میشه چون تاثیر لحظه‌ای نمیذاره. این خبر وقتی که منتشر میشه جزئیاتش، گزارشش باید بره خونده بشه و بعد تحلیل بشه تو بازار تأثیری میذاره. تأثیرش آنی نیست، تأثیرش با تأخیر هست و همین خاطر توی لحظه که اعلام میشه ممکن جز اخبار نارنجی یا زرد اعلام بشه چون اون لحظه تو بازار تأثیر نمیذاره. ولی به شدت این خبر خبر مهمی هست چون سنجش و سلامت اقتصاد یک کشور رو مشخص میکنه و میتونه روندهای بلند مدتی رو ایجاد بکنه و به خاطر اینکه نوسانش در لحظه کم هست توی اکونومی کلندرها رنگش ممکنه نارنجی یا زرد باشه. ولی حواستون باشه که این شاخص اعلام شد حتما برید بخونید، مطالعهش بکنید و اگر که شما این در واقع این گزارش رو بخونید علت معکوس شدن خبرهای بعدی رو متوجه میشید. اینکه چرا نرخ بهره مثلا تاثیر معکوس ممکنه بذاره تغییر یا تغییر نکردن و ثابت موندنش، یا اینکه خبرهای دیگه وقتی که معکوس میشه شما اگر employment situation رو قبلا خونده باشید با اینکه جز اخبارهای زرد یا نارنجی هست میتونید بفهمید که اخبارهای قرمز کجا معکوس میشه یا معکوس نمیشه، کجا پیشخور میشه و در واقع دید بهتری رو میتونید به تحلیل‌های خودتون داشته باشید. و از اونجا که بیشتر تریدرها تنبل هستن و حوصله‌شون نمیاد که برن این متن رو ترجمه کنن و بخونن چون کامل به حالت تکست به صورت آمار و ارقام نیست، غالبا تریدرهایی که در واقع خورده پا هستن، نوپا هستن و تازه به بازار اومدن اصلا نمیدونن که این خیلی چیز مهمیه و حوصله‌شون نمیشه ترجمه کنن بخونن و میگن که ای بابا چرا اصلا اخبار فاندامنتال رو نمیشه فهمید و درکش کرد. در صورتی که شما اگر این شاخص رو بخونید میبینید که میتونید دید خیلی خوبی از بازار پیدا بکنید و در واقع میتونید روند اصلی بازار رو بهتر درک بکنید. اینکه کجا یک حالا مثلا از کارکردهایی که تو تحلیل تکنیکال داره این
اینفلوئنس سیتویشن اینه که شما زمانی که یک سطح حمایت و مقاومتی دارین، یک ساپورت رزیستنس مهمی دارید و بیشتر تریدرها فکر میکنن که اون ساپورت رزیستنس شکسته میشه ولی میبینید که در عمل شکسته نمیشه و معکوس میشه، دلایل شکست یا عدم شکست اون سطوح مهم رو شما توسط ایمپلویمنت سیتویشن میتونید تحلیل بکنید و به این نتیجه برسید که اون سطح شکسته میشه یا شکسته نخواهد شد. و به این ترتیب شما با ترکیب این اطلاعات توی تحلیل تکنیکالتون میتونید سیگنال های خیلی بهتری رو از بازار بگیرید. آیتم بعدی که باید بررسی بشه در واقع نان فارم پیرولز هست، یعنی در واقع لیست حقوق بگیران مشاغل غیر کشاورزی. تغییر توی این نرخ نشون دهنده تغییر توی افراد به کار گرفته شده توی امور صنعتی و تجاریه، یعنی نشون میده که جمعیت کار داره به سمت کدوم صنعت میره و در واقع پویایی سلامت اقتصادی اون کشور حاصل کدوم صنعته. یعنی شما صنعت مهم و مطرحی که داره بیشترین میزان کارگر رو داره در اونجا میتونید تشخیص بدید. این شاخص یکی از شاخصایی که توی سالهای اخیر خیلی بیشتر داره نوسان نشون میده، قبلا اینقدر نوسان نشون نمیداد ولی الان جوری هستش که اگر به محض اینکه اعلام میشه، اگر که تفاوت خیلی زیادی بین مقدار پیشبینی و اکچوال باشه، خیلی سریع تو بازار نوسان ایجاد میکنه و جز اخبارهایی که الان در صورتی که متفاوت با نرخ پیش بینی شده نتیجهش بیرون بیاد میبینید که بازار رو به شدت نوسانی میکنه. علتش هم این هستش که این شاخص تاثیر مستقیم روی رشد اقتصادی داره و در نتیجه رشد اقتصادی ممکنه باعث تغییر نرخ بهره بشه. بنابراین این گزارش رابطه کاملا مستقیمی با افزایش قدرت ارز داره و رشد این شاخص بیانگر رشد اشتغال و افزایش نرخ مبادلاتی ارز خواهد بود به خصوص توی آمریکا و در واقع به شاخص محرک بازار هم معروف هست. این در واقع دلیلی هست که بازار ترغیب میشه برای تولید. و یکی از قواعد تجربی که وجود داره اینه که هر 200,000 واحدی که این شاخص در طول ماه تغییر بکنه میتونه در واقع 0.3% تولید ناخالص داخلی رو تحت تاثیر قرار بده و در واقع شما باید حواستون به میزان تغییر هم باشه. یعنی علاوه بر اینکه ما شاهد تغییر باید باشیم، باید میزان تغییر رو هم رصد بکنیم که اگر میزان تغییر چقدر باشه ما چقدر افزایش خواهیم داشت. یه وقتایی میبینید که مثلا میزان این تغییر 10,000 واحده، خب تو بازار ما شاهد نوسان خیلی خاصی نخواهیم بود، ولی یه وقتایی میبینید که میزان تغییر 200,000 واحده و یه دفعه میبینید که مثلا ما اگر روی دلار آمریکا داریم ترید میکنیم، فرضاً اگر 400,000 واحد توی یک ماه تغییر بکنه، یه دفعه میبینید نوسان 250 پیپی 300 پیپی روی چارت با همین خبر ایجاد میشه. بنابراین زمانی که این خبر رو میخواید بررسی کنید، هم باید حواستون به تغییر کردن یا ثابت بودنش باشه و هم به میزان تغییر که چقدر داره تغییر میکنه. و در واقع این شاخص از شاخص هایی هست که میتونه هم روند میان مدت در بازار ایجاد کنه، هم نوسانات شدید کوتاه مدت ایجاد بکنه و اگر در واقع نرخ پیشبینی انتظار تغییر زیاد رو داشته باشه، اخبار در دسته اخبار قرمز رنگه. اگر نرخ پیشبینی در واقع پیشبینی نکنه که نوسان سنگینی داشته باشیم و نوسان کوتاهی رو تغییر کوتاهی رو پیشبینی کرده باشه، احتمالا جز اخبار نارنجی یا زرد خواهد بود. ولی بسته به این که ما در واقع پیشبینی ها به چه سمتی خواهد بود، ممکنه که رنگ این خبر در بازار متفاوت بشه، ولی غالبا در صورت تغییر خیلی سنگین جز اخبار قرمز خواهد بود و به شدت بازار رو نوسانی خواهد کرد. نرخ بعدی که باید بهش دقت بکنیم درآمد متوسط ساعتی و هفتگیه و اینکه طول متوسط هفته کاری چقدر هست. این در واقع average early and weekly earning and average work week. این درآمد در واقع شاخصی هست که میاد
احتمال تورم توی بازار رو به شما نمایش میده. یعنی بررسی میکنید که ما چقدر احتمال تورم تو بازار میتونیم داشته باشیم. چون در صورتی که ما افزایش ناگهانی این دوتا شاخص رو داشته باشیم، یعنی هم ساعت کاری رو و هم در واقع متوسط درآمد ساعت کاری و طول متوسط هفته کاری رو، هر دو شاخص رو ما ببینیم که تغییر میکنه، به تبع اون باعث میشه که درآمد بیشتر باشه، میزان مصرف بالاتر بره و بعد بالاتر رفتن میزان مصرف باعث تورم میشه. چون وقتی که در واقع کارگری میبینه که حقوق بالاتری داره، میگه خب دلم میخواد امروز اینم بخرم، اینم چند وقت نخریدم بخرم، و این مدام میل به مصرف گرایی و میل به خرید پیدا میکنه و در نتیجه این میل مصرف گرایی و میل به خرید باعث بالا رفتن تورم میشه. در صورتی که ما افزایش متوسط طول هفته کاری رو داشته باشیم، یعنی ساعت کاری اضافه بشه، در واقع نیاز داریم که نیروی کار بیشتری رو استخدام بکنیم و این شاخص میتونه بیاد و روندهای کوتاه مدت و بلند مدتی رو توی بازار ایجاد بکنه. در واقع خبر از نوع از نظر شدتش رنگ قرمز، نارنجی یا زرد معمولا توی دسته اخبار نارنجی قرار میگیره و رابطه ای که داره میتونه میزان مصرف کالا و خدمات رو تحت تاثیر قرار بده، میتونه میزان تورم و رکود رو تحت تاثیر قرار بده، میزان بیکاری و اشتغال، نرخ بهره و در نهایت درآمد ملی و ارزش پول. پس میبینید که این خبر جز اخبار نارنجیه، ولی میتونه تأثیری که داشته باشه، تأثیری که حتی میتونه روی نرخ بهره هم جهت‌دهی بکنه و نرخ بهره رو هم تحت تاثیر قرار بده. خب چند لحظه تایم بهتون میدم یادداشت بکنید تا بریم سراغ شاخص بعدی. خب شاخص بعدی اینیشیال کلیمز هست. اینیشیال کلیمز یعنی متقاضیان اولیه بیمه بیکاری. تعداد افرادی که میان برای اولین بار فرم در واقع درخواست بیمه بیکاری رو پر میکنن بهشون میگن در واقع متقاضیان بیمه بیکاری یا اینیشیال کلیمز. سرمایه گذارها و تریدرها میان از میزان مدعیان بیمه بیکاری استفاده میکنن برای تشخیص روند بازار، میان به کمک این تعداد و این آمار روند بازار رو تشخیص میدن. قاعده این که هست اینه که هر 30,000 تغییر توی این شاخص یک تغییر خیلی مهمی رو در بازار کار داره گزارش میکنه و نشون دهنده یک تغییر مهم توی بازار کار هست. پس حواستون باشه موقعی که داره این شاخص اعلام میشه، یک، آیا نرخ اکچوال پیشبینی با هم متفاوت هست یا خیر، و اگر این نرخ متفاوت هست میزانش چقدره. 30,000 واحد اگر تغییر بکنه حتما نوسان سنگینی رو در بازار ایجاد میکنه. هر چقدر هم این عدد کمتر باشه، یعنی متقاضیان بیمه بیکاری تعدادشون کم باشه، یعنی ما یک بازار کار قوی داریم، هرچی تعدادشون زیاد باشه یعنی یک بازار کار ضعیف داریم. و نکته‌ای که هست اینه که وقتی که ما به صورت مداوم تعداد مدعیان بیمه کار بیمه بیکاری رو تعداد مدعیان بیمه بیکاریمون کم میشه، شما بیاید این شاخص رو در گذر زمان هم بررسی بکنید. اگر که به صورت مداوم مثلا 3 ماه پشت سر هم ما مدعیان بیکاریمون داره کم میشه، بیمه بیکاریمون کم میشه، یعنی در واقع یک پیشرفتی رو توی بازار کار شاهد خواهیم بود و یک رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد و به تبع اون ارزش ارز اون کشور میتونه افزایش پیدا بکنه. پس بین شاخص تعداد مدعیان بیمه بیکاری و شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی هم یک رابطه وجود داره، ولی این رابطه متضادی هست و رابطه معکوسه. هر وقت که تعداد مدعیان بیمه بیکاری افزایش پیدا بکنه میتونیم به این نتیجه برسیم که شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی هم کاهش پیدا میکنه.
که در واقع این شاخص میتونه روندهای میان مدت و نوسانات شدید کوتاه مدت رو در بازار ایجاد بکنه و در دسته اخبار قرمز رنگ قرار میگیره. در نتیجه این شاخص هم رابطهش خیلی مهمه و چند ثانیه فرصت بهتون میدم این روابط رو هم یادداشت بکنین تا بریم سراغ شاخص بعدی. شاخص بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم Employment Cost Index هست، یعنی شاخص بهای اشتغال یا شاخص هزینه استخدام. این شاخص هستش که میاد دستمزد و حقوق کارکنان رو محاسبه میکنه و در واقع میگه که دستمزد و حقوق کارکنان یه هزینه هست برای بخش تولید و اینکه میاد محاسبه میکنه و تغییرات مربوط به حقوق دریافتی و کمک بیمه بیکاری رو بررسی میکنه و گزارش میکنه. پس ما این شاخص خیلی مهمه چون میزان تورم احتمالی رو میاد بررسی میکنه. به همین خاطر خیلی توی اقتصاد مطرحه و باید بهش دقت بکنیم. توی آمریکا این شاخص توسط فدرال رزرو اعلام میشه، توی اروپا توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا است و توی باقی کشورها هم معمولا بانک مرکزی این شاخص رو اعلام میکنه و موقعی که میخوان بانک‌های مرکزی بیان سیاست‌های پولی آیندهشون رو مشخص بکنن حتما اول این شاخص رو بررسی میکنن و بر مبنای این شاخص میان و سیاست‌های انبساطیشون رو یا سیاست‌های انقباضی مالیشون رو تو بازار اعمال می‌کنن. این شاخص تأثیرش تو بازار فارکس یک مقدار ضعیف‌تره مگر اینکه بخوایم ما انتظار تغییر نرخ بهره داشته باشیم، یعنی اگر قرار باشه که نرخ بهره تغییر بکنه تو فارکس به این شاخص دقت می‌کنیم، وگرنه معمولاً تو فارکس بررسیش نمی‌کنیم و می‌ذاریمش مثلا برای بازار سهام و اینها بررسیش می‌کنیم. ولی زمانی که ما انتظار داریم که نرخ بهره تغییر بکنه اگر این آمار اعلام بشه حتما نیاز داریم که این آمار رو بررسیش بکنیم. در کل افزایش این شاخص باعث میشه که نرخ ارز افزایش پیدا بکنه. کلن وقتی که میخوان این نرخ رو اعلام بکنن تو دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت میان اعلام میکننش و بررسی ها بر مبنای دو دسته کوتاه مدت و بلند مدته، ولی اگر که ما یک افزایش غیر منتظره تو این شاخص داشته باشیم این افزایش غیر منتظره میتونه نگرانی ایجاد بکنه برای ایجاد تورم و در نتیجه چون انتظار تورم رو تو بازار خواهیم داشت بانک مرکزی باید یک واکنشی به این تورم نشون بده و واکنشش قطعا تغییر نرخ بهره خواهد بود و به تبع تغییر نرخ بهره قطعا بازار سهام هم تحت تاثیرش قرار میگیره و در نهایت تغییر تورم نرخ بهره و بازار سهام باعث تغییر ارزش پول ملی میشه. این خبر رو برای بچه های فارکسی معمولا در دسته اخبار زرد قرار میدن مگر اینکه قرار باشه نرخ بهره رو توش تاثیر بدن که در دسته اخبار نارنجی یا قرمز قرار میگیره. ولی برای بچه هایی که سهام کار میکنن بچه های این خبر جز خبرهای قرمز رنگه و تاثیرش نوسانات سنگینی هست که در بازار ایجاد خواهد کرد. خب اینم اسکرین شات بگیریم که این رابطه رو هم داشته باشید و بریم سراغ شاخص بعدی. شاخص بعدی که داریم شاخص لیبر پروداکتیویتی ایندکس هست که اصطلاحا بهش LPI هم گفته میشه، یعنی شاخص بهره وری نیروی کار. شاخص بهره وری نیروی کار یک شاخصی هستش که میاد میزان تغییرات توی تولید رو در واقع توی تولیدی که هر کارمند داره رو توی یک بازه زمانی مشخص تعیین میکنه و در واقع این شاخص یکی از شاخص‌های مهمی هست که میاد وضعیت اقتصادی یک کشور رو گزارش می‌کنه. مثلا وقتی که ما می‌بینیم که اعتصاب داریم و کارگرها اعتصاب می‌کنن، یعنی که اصلا یه سری حوادث غیر مترقبه مثل کرونا ایجاد میشه،
می‌بینیم که تعداد شاغلین صنایع کاهش پیدا می‌کنه و وقتی که تعداد افراد شاغل پایین میاد و کارگرها کم میشن، می‌بینیم که هر در واقع فشار کاری کارگرهای دیگه رو کارگرهایی که در حال کار هستن اضافه میشه. مثلا شما در نظر بگیرید کارمنده بانک رو به خاطر کرونا میگن دو سومشون تعطیل باشن، یک سوم سر کار بیان. خب اون یک سوم باید جور دو سومی که بیکار هستن رو بکشن. بنابراین بهره‌وری هر یکی از کارمندهای بانک افزایش پیدا میکنه و در نتیجه این عامل رو برخلاف تصور عموم که عامل منفی میدونن، یک عامل مثبت قلمداد میکنه. میگه هر کدوم از نیروهای کار ما چقدر بهره‌وریشون افزایش پیدا کرده که به تبع اون میان تعداد کارگرها رو کم میکنن، هزینه های کمتری پرداخت میکنن، هزینه تولید کاهش پیدا میکنه و در نتیجه میشه یک عامل مثبت برای اقتصاد و به عنوان یک عامل مثبت به این شاخص نگاه میکنن. بنابراین ببینید که بین تصور عموم و دیدگاه اقتصادی چقدر فاصله وجود داره و میبینید که این شاخص میتونه روی هزینه تولید، روی تولید ناخالص ملی، روی بازار سهام و روی ارزش پول ملی تاثیر بذاره. نوسانی که ایجاد میکنه در واقع روندهای میان مدت و بلند مدت خوب ایجاد میکنه، ولی نوسانات کوتاه مدتش کمه بچه ها. یعنی کسانی که تریدرهای تایم های کوتاه هستن معمولا نوسان سنگینی رو با اعلام این نرخ نخواهند دید و به همین خاطر فیلد اکونومیک کلندرها رنگ این خبر ممکنه زرد یا نارنجی باشه، ولی نوسانات بلند مدتی که میبینیم، روندهای بلندی که میتونه در بازار ایجاد بکنه، در واقع میتونه تحت تاثیر این خبر باشه و از این حیث خیلی مهمه که این خبر هم بررسی بشه. چند ثانیه بهتون فرصت میدم این را هم اسکرین شات بکنید تا بریم سراغ آیتم بعدی. آیتم بعدی که مطرح هست پرسونال اینکام هست، یعنی درآمد شخصی که در واقع میاد میزان میانگین درآمد خانواده ها رو که حالا از منابع مختلف دارن، مثل اینکه حالا جایی کار میکنن، استخدام جایی هستن، اینکه خودشون کارآفرین هستن و کار شخصی دارن، یا سرمایه گذاری هایی که توی بورس طلا یا جاهای دیگه دارن، یا درآمدهایی که حاصل از تقسیم ورثه هست و بهشون ارث رسیده، میان همه این درآمدها رو کنار هم دیگه جمع میکنن و این درآمد رو میسنجن و میبینن که به صورت میانگین هر خانوار چقدر درآمد داره یا هر شخص چقدر درآمد داره. در واقع میزان درآمد یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیریه، به خصوص توی جوامعی که مصرفگرا هستن مثل آمریکا. حالا ما اینجا آمریکا رو خیلی مثال میزنیم و خیلی تاکید داریم روی آمار آمریکا، به این خاطر که جزء ارزهای مطرح و بسیار مهم و پایه هست به بازار بین الملل و حالا در انتها میگم بهتون ما دلیلش رو همین که چقدر روی آمریکا تاکید میکنیم. ولی در جامعه مثل آمریکا که جامعه مصرف کننده هست، در ازای هر یک دلاری که در واقع کسب درآمد میکنن، 95 سنتش خرج میشه، 5 سنتش سرمایه گذاری میشه. یعنی در واقع 95% درآمدها و حقوقی که میگیرن کامل خرج میشه و یک جامعه مصرف کننده رو تشکیل میده. به همین خاطر حجم اقتصاد آمریکا بر مبنای میزان مصرف کنندگان تعیین میشه و میبینید که هر چی که میزان هرج و مصرف کنندگی بیشتر باشه اون اقتصاد بزرگتره و به همین خاطر بررسی پرسونال اینکام توی جوامع در واقع مصرفگرا به شدت مهمه و مورد تاکید هست. چرا مورد تاکیده؟ به این خاطر که وقتی مصرف کننده بیشتر درآمدش رو خرج میکنه، خب در نتیجه ما با یک جامعه مصرفی مواجه هستیم که تقاضای زیادی توش وجود داره. این تقاضای مصرفی باعث میشه که سود شرکت ها بره بالا، یعنی شرکت هایی که تولید کننده هستن چون فروش بیشتری دارن سود بیشتری میکنن و سود بیشتر شرکت ها باعث میشه که بازار سهامشون بازار پر رونقی باشه و از طرف دیگه
بالا رفتن میزان درآمد باعث میشه که ما تقاضای بیشتری هم برای مصرف داشته باشیم و این خودش یک تورمی رو در جامعه ایجاد میکنه که این تورم میتونه در واقع سیاست های آتی رو تحت تاثیر قرار بده روی رشد ناخالص ملی، روی نرخ بهره، روی بازار سهام و ارزش پولی ملی تأثیر گذار باشه. بنابراین این شاخص جز شاخص هایی هستش که میتونه روندهای میان مدت و بلند مدتی رو تو بازار ایجاد بکنه و به همین خاطر چون نوسانات کوتاه مدت کمی داره در دسته اخبار نارنجی رنگ هست برای کسانی که ارز کار میکنن، ولی ببخشید ممکن حتی گاهی اوقات اگر تغییر خیلی زیادی رو پیش بینی نکنیم، یعنی تحلیلگران ما تغییر خیلی زیادی رو پیش بینی نکنن برای این نرخ، ممکن حتی در دسته اخبار زرد رنگ باشه به فارکس، ولی توی سهام ها خیلی مهمه این شاخص و میشه در دسته اخبار نارنجی هم قرارش داد. خب رابطه این شاخص رو هم یادداشت بکنید تا بریم سراغ شاخص بعدی. شخص بعدی که میخواییم در موردش صحبت بکنیم Personal Consumption Expenditure هست، یعنی هزینه مصرف شخصی که اصطلاحاً بهش PCE هم گفته میشه. شخص خیلی مهمی هست، در واقع میاد هزینه تمام کالاها و خدمات رو که یک فرد به طور میانگی توی ماه مصرف میکنه و بررسی میکنه. اینجا ما چند تا شاخص مشابه هم داریم بچه ها، این شاخص هر کدوم یه تغییر خاص خودشون رو داره و اهمیت خودشون رو در جای خودشون داره. مثلا PCI وقتی بررسی میشه سبد خانوار توش مطرح نمیشه، فقط میگن کالاها و خدماتی که یک فرد به طور متوسط مصرف میکنه و در واقع میاد هزینه متوسط زندگی فرد رو نمایش میده. معمولاً دو سوم جی دی پی در واقع PCE دو سوم جی دی پی رو تشکیل میده و به همین خاطر خیلی مصرف کردنش مهمه. اینکه به چه سمتی داره پیش میره، چه نرخی اعلام میشه و چقدر تغییر میکنه خیلی اهمیت داره و در واقع میان این شاخص رو تو سه بخش اعلام میکنن. مثلا میگن کالاهای با دوام چقدر در واقع توی این سبد جا میگیره، کالای کم دوام چقدر هست و خدمات چقدر هست. پس این سبد زندگی روزمره نیست بچه ها، اونی که بابت در واقع نیازهای روزمره میخوان نیست، در واقع اون خرج و مرجهای اضافی هستش که فراتر از حد اقل زندگی هست. به همین خاطر این شاخص رو جدا میکنن، یعنی هر چقدر که این شاخص بالاتر باشه نشوندهنده رونق و رفاه بیشتری توی اون جامعه هست و در واقع خرج بیشتر توی جامعه رو داره نشون میده. پس هر چی که این شاخص بالاتر بره باز نشون دهنده این هستش که هزینه مصرف کننده بالاتره، سود شرکت ها به خاطر تقاضای زیادی که وجود داره بالاتر میره، سود شرکت ها باعث میشه بازار سهام بهتر بشه، از طرف دیگه باعث ایجاد تورم توی بازار میشه و از این تورم میتونن استفاده بکنن برای رونق تولید کننده و در نهایت میبینید که این شاخص هم میتونه تاثیرات میان مدت، بلند مدت و هم نوسانات کوتاه مدت ایجاد بکنه در بازار و میبینید که در دسته اخبار نارنجی رنگ قرار میگیره. پس تأثیری که داره رو میتونید یادداشت بکنید تا بریم سراغ شاخص بعدی CPI و بگیم که در واقع تفاوتی که CPI با PCE داره در چی هست. شاخص بعدیمون CPI هست یا Consumer Price Index که در واقع شاخص بهای مصرف کننده است که میاد یک گروه از کالاها و خدماتی رو که در واقع در یک دوره زمانی حالا ماهانه، فصلی یا سالانه هست تو سبد خانوار میاد تعریف میکنه که حالا مثلا غذا، پوشاک، مسکن، سوخت، حمل و نقل، بهداشت و درمان، حالا حداقل تفریحات، اینا همه میاد قیمت گذاری میشه و در واقع به عنوان حداقل یک زندگی اعلام میشه که در واقع تفاوتش با
شاخص قبلی این هستش که اینجا داره حد اقل های زندگی یک خانوار رو بیان میکنه، اونجا داره خرج های بالاتر از حد اقل زندگی روزمره رو بیان میکنه. توی شاخص CPI ممکن هستش که یک سری ضرایب آماری بیاد اضافه بشه، مثلا میگن که پوش مثلا مسکن، هزینه که بابت مسکن میگیره ضریب 3 میگیره، هزینه غذا و نوشیدنی ضریب 3 میگیره، ولی مثلا تفریح و سرگرمی ضریبش میشه 1. یعنی میان بر مبنای یه سری از ضرایب این شاخص رو میسنجن و در واقع هزینه زندگی رو یا به قولی cost of living رو میان بررسی میکنن که ببینن که به چه شکلی هستش. در واقع این شاخص داره سطح مطلوب تورم رو نشون میده. یعنی ما اون روندی که گفتیم ما یه تورم بد داریم، یه تورم مطلوب داریم. به تورم مطلوب نیازمند یک جامعه اقتصادی هست. یک جامعه که نیاز به رشد داره باید تورم مطلوب داشته باشه. این شاخص میتونه تورم مطلوب رو خیلی خوب نمایش بده. و در واقع با مقایسه ای که میتونیم بین این سبد با سال قبل یا ماه قبل داشته باشیم و یک میز تا حدودی میتونیم به تورم پی ببریم که تورم تو جامعه داره به چه شکلی رشد میکنه و از این بابت که میشه باهاش تورم رو سنجید، خیلی این شاخص مهمه بچه ها. در واقع یکی از شاخص های اولیه ایه که کمک میکنه ما تورم رو تو بازار تشخیص بدیم و هزینه های زندگی رو مشخص کنیم که چقدر هزینه نیاز داره یک زندگی. قاعدتا هر چی که تورم کمتر باشه قدرت خرید بالاتره و هر چی که قدرت خرید بالاتر باشه تولید ناخالص داخلی بالاتره و هر چه تولید ناخالص داخلی بالاتر باشه ارزش پول بالاتره. این خط دومی غلط املایی داره، تولید ناخالص داخلی رو جا انداختیم. هر چه قدرت خرید بالاتر باشد تولید ناخالص داخلی هم بالاتره و در نهایت منجر به ارزش پول بالاتر میشه. هر چی که این شاخص بچه ها رشد بیشتری داشته باشه میتونه باعث بشه که نرخ بهره هم تغییر بکنه و ما شاهد تغییر نرخ بهره باشیم. بنابراین CPI جز اخبار قرمز رنگی هست که خیلی مهم هست و ما خیلی بهش اهمیت میدیم، چون CPI یکی از شاخص هایی هست که کمک میکنه که نرخ بهره رو ما تشخیص بدیم. و شما میبینید که زمانی که این اخبار اعلام میشه CPI رو بررسی میکنن، شما میبینید که بازار فارکس ممکنه 50 تا 100 تیپ توی یک دقیقه نوسان داشته باشه و جدای از این تاثیر کوتاه مدتی که روی چارت داره میتونه تاثیرات بلند مدت و میان مدت قوی هم داشته باشه و به همین خاطر این اخبار رو ما در دسته اخبار قرمز رنگ قرارش میدیم که هم نوسان لحظه ای داره و هم نوسان بلند مدت. بنابراین این شاخص میتونه روی تورم، نرخ بهره، رشد ناخالص ملی، بازار سهام و ارزش پول ملی تأثیر گذار باشه. یه چند ثانیه هم از این اسکرین شات بگیم تا بریم سراغ شاخص بعدی. خب شاخص بعدی بچه شاخص CCI هست یا شاخص اطمینان مصرف کننده Consumer Confidence Index که میاد بر اساس یک نظرسنجی نظر مردم مصرف کننده رو نسبت به وضعیت حال و انتظاری که از آینده بازار و اقتصاد دارن محاسبه میکنه. در واقع نشون میده که الگوی مصرف چطور ممکن توی یک جامعه تغییر بکنه و دیدگاهی که مصرف کنندگان اون جامعه به اون جامعه دارن به چه شکلی هست و میتونه یک بینش خوبی رو در مورد جهتگیری های اقتصادی به ما بده. نکته مهم اینه که اگر ما تغییر زیادی رو در CCI شاهد باشیم این تغییر میتونه خیلی توی بازار در واقع تأثیر گذار باشه و اگر ما تغییر ناگهانی داشته باشیم توی الگوی مصرف قطعا بازار رو نوسانی میکنه. تغییر اگر بیشتر از 5% باشه تغییر قابل توجهی هست که حتما باید در واقع رصد بشه و تصمیم گیری ها بر مبنای اون انجام بشه، چون میتونه نشون دهنده تورم یا رکود باشه و از طرف دیگه چون حجم پول در بازار رو تغییر میده و به شما میگه که سرمایه سرگردان کجا داره میره، در واقع نمایشگر سرمایه سرگردان توی بازار هست، میتونه
در واقع به شما نشون بده که ما تو چه بخش تورم یا رکود رو باید انتظار داشته باشیم، و در نتیجه همه این موارد باعث میشه که روی تولید ناخالص ملی و ارزش پول ملی هم تاثیر بذاره. و میبینید که این خبر هم جز خبرهایی هست که تاثیر بلند مدت داره، هم تاثیر کوتاه مدت داره و در دسته اخبار قرمز قرار میگیره اگر که ما تغییر خیلی سنگینی رو شاهد باشیم. و میبینید که در واقع این رابطه که با سایر شاخص ها داره به این ترتیب هست. این رو هم یادداشت بگیرین، بعد چون خیلی فرصت نداریم که بریم به سوالات پاسخ بدیم، من یک جمع‌بندی بکنم. و اون اینکه ما الان 12 تا شاخص رو امروز بررسی کردیم، دیدیم که از بین این 12 تا شاخص 6 تاش تقریبا قرمز رنگ بود، 6 تاش در واقع جز اخبارهای نارنجی یا زرد بود و نوسانی که در بازار ایجاد میکرد، حتی اون شیشتایی که نوسان کمی رو در لحظه در بازار ایجاد میکردن روی تمام شاخصهای بلند مدت تأثیر داشتن، روی تمام شاخصهای میان مدت تأثیر داشتن. بنابراین از اخبارهای زرد و نارنجی به راحتی نگذرین. اخبار زرد و نارنجی توی تحلیل آینده بازار خیلی به شما کمک خواهند کرد و اگر میخواید تحلیل موثرتری داشته باشین باید این شاخصها رو هم بهش دقت بکنین، نه اینکه فقط بیاید بر مبنای شاخصهای قرمز رنگ اکونومی کلندر سیاستهاتون رو تعیین بکنید. همه این شاخصها با همدیگه در ارتباط هستن، یک ارتباط پیچیده‌ای دارن، هم بر هم تاثیر میذارن هم از هم تاثیر میگیرن و با توجه به داده‌های اعلام شده در مورد یک خبر، در واقع اگر که شما فقط بیاید بر مبنای اخبار قرمز ترید بکنید میبینید که تحلیل ناقصی دارید و اون تحلیل میتونه شما رو به اشتباه بکشونه. اگر میخواید تحلیل دقیقی داشته باشید باید هم خبرهای زرد هم قرمز و هم نارنجی و وضعیتی که دارن همشون با هم دیگه بررسی بشه و باید یاد بگیرید که وضعیت هر خبر رو در ارتباط با کل یک سیستم اقتصادی و همینطور وضعیت سایر شاخص ها بررسی بکنید و به تنهایی نرخ اکچوال و فورکست رو به سایت های اعلام خبر بهش تکیه نکنید، چون حالا تاثیراتی که بر هم دیگه دارن گاهی اوقات در ظاهر پنهانه ولی وقتی بررسی میکنید متوجه این تغییرات خواهید شد. ما توی این جلسه در واقع شاخص های وضعیت اشتغال بیکاری رو بررسی کردیم و بعد از شاخص های اشتغال و بیکاری باید بدیم وضعیت تولید رو بررسی بکنیم و دیتاهایی که از بخش اشتغال و بیکاری گرفتیم با دیتاهای بخش تولید و در واقع وضعیت گردش کالا و خدماتمون بیاییم ترکیب بکنیم تا در نهایت ببینیم که تورم و نرخ بهره به چه شکلی خواهد بود و تصمیمات بعدی رو بتونیم زودتر از اینکه دولت اعلام میکنه تعیین بکنیم. بنابراین توی جلسات بعدی ما شاخص های مرتبط با تولید و تصمیمات بانک مرکزی و سیاست های مالی پولی رو توضیح میدیم و نکته‌ای که باید بهتون عرض بکنم اینه که ما یک کلیپی رو در کانال آموزش فارکسمون در بخش تحلیل فاندامنتال آماده کردیم که البته این کلیپ تقریبا 2 سال پیش 1 سال پیش ضبط شده و در واقع تمرین این هفتهتون این هستش که این کلیپ رو ببینید، چون توی این کلیپ ما تاریخچه شکل‌گیری پول و علت اینکه چرا طلا و دلار به عنوان پشتوانه پولی و مالی در تمام جهان انتخاب شده رو توضیح دادیم و شما با دیدن این کلیپ متوجه میشید که چرا باید همیشه دلار آمریکا رو به عنوان یکی از ارزهای مطرح همیشه بررسی بکنید، حتی اگر در واقع قرار نیست که در واقع با سیمبل هایی کار بکنید که یک سمتش دلار هست. بنابراین حتما این کلیپ رو ببینید و در واقع تاکید میکنم روش که حتما تمرینایی که بهتون داد میدیم و تمریناتی که تو این وبینارها داریم صرفا شامل مشاهده یک سری از کلیپ هاست که در واقع کلیپ هفته گذشته و کلیپ این هفته هر دو مهم هست. هر دو این کلیپ ها رو ببینید و برای اینکه بتونید این کلیپ ها رو از کجا باید دانلود بکنید، از کانال آموزش فارکس ما میتونید این کلیپ ها رو دانلود بکنید. این کانال کاملا رایگان هست و کلیپ های ما در این کانال موجوده به آدرس تلگرام فارکس اسکول میسپیک تریدر، این کلیپ رو دانلود بکنید ببینید. اینستاگرام ما هم فارکس اندرلاین اسکول 32 در خدمتتون هستیم و اگر قرار باشه دوره آموزشی جدیدی برگزار بشه در این اینستاگرام شما اطلاع رسانی خواهد شد. و یه توضیح هم در مورد تغییر تاریخ که توی برگزاری وبینارمون خواهیم داشت به خدمت شما اعلام بکنم، ما جلسه اول و دوم رو برگزار کردیم، توی جلسه سوم
چهارم و پنجم هم در مورد در واقع فاندامنتال ارزها صحبت خواهیم کرد. جلسه ششم این فاندامنتال مؤثر بر شاخص 11/10 قرار بود برگزار بشه، ولی خب چون تعطیلات سال نو میلادی هست و ما حواسمون به این تاریخ نبود، یک هفته کلا میریم عقب و جلسات ششم، هفتم و هشتم با یک تغییر یک هفته‌ای برگزار میشه و ما جلسه ششم، هفتم، هشتم رو در تاریخ 18/10، 25/10 و 2/11 در خدمت شما خواهیم بود. بنابراین این وبینارها همه رأس ساعت 5 برگزار خواهد شد، فقط جلسه ششم رو با یک هفته تأخیر برگزار خواهیم کرد. و بریم سراغ پاسخ به سوالات شما و ببینیم که دوستان ما چه سوالاتی دارن. 79 تا سوال من چطور تو این تایم جواب بدم؟ سلام، وقت بخیر خدمت خانم دکتر عزیز. من تا امروز ترید انجام دادم، سودم داشتم ولی کال مارجین شدم. نیازمند راهنمایی شما هستم. کتاب یا ویدیوی جامعه کامل آموزش فارکس وجود داره؟ با تشکر. توی کانال آموزش فارکس ما بچه‌ها، برای اینکه شما بتونین در واقع آدرس رو داشته باشین، من این قسمت رو برای شما میارم. کانال آموزش فارکس ما بچه‌ها به صورت کاملا رایگان هست و در واقع مطالب خیلی خوبی رو درش قرار دادیم. مطالب دوره مقدماتی، پیشرفت تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، مدیریت ریسک و سرمایه. و این مطالب رو میتونید ببینید. تقریبا نزدیک 100 تا کلیپ هست که با دیدن این 100 تا کلیپ شما بی‌نیاز میشید از خریدن هر آموزش دیگه‌ای و شرکت در هر دوره دیگه‌ای. ولی این 100 تا کلیپ رو که ببینید دیگه به حالت خودآموز برای شما خواهد داشت و از اون بعد خودتون با سرچ در اینترنت به راحتی میتونید دانش آموخته های خودتون رو افزایش بدین و بی نیاز هستید از هر کلاس و هر دوره دیگه ای. حالا اگر شما کال مارجین شدین، نشانه این هستش که یک ضعفی در مدیریت ریسک و سرمایه شما وجود داره. یعنی کال مارجین شدن نشون دهنده استراتژی در واقع نقص در استراتژی نیست، نشون دهنده که شما بلد نیستید ترید کنید نیست، نشون دهنده اینه که شما بلد نیستید مدیریت ریسک و سرمایه کنید. کلیپ های دوره پیشرفته ما توی این کانال از جلسه اول تا جلسه ششم دوره پیشرفته در مورد مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه صحبت میکنه. این کلیپ ها رو دانلود کنید ببینید، انشاءالله که مشکلتون حل میشه. اگر که مشکلتون حل نشد میتونید به آقای شریفی آیدی اکسن فارکسس فود ساپورتر در تلگرام پیام بدین و درخواست بدین که حساب شما رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه ایرادی در حساب شما وجود داره که مارجین کال شدید. سلام، هفته پیش نتونستیم وارد بشیم، حتی وقتی ایمیل زدن که مشکل حل شده بازم نتونستیم وارد بشیم. اگه امکانش بود یه مختصر توضیحی در مورد فرمایشات هفته گذشته بفرمایید، ممنون میشم ازتون. در هفته گذشته کلیپش رو ما ضبط کردیم، این کلیپ در کانال آموزش فارکس ما موجود هست، همینطور در یوتیوب بروکر IFC مارکت موجوده، میتونید کلیپ رو دانلود کنید ببینید. دوستی گفتن که میشه این سایت ها رو دوباره بفرمایید، من جلسه قبل نبودم و یا چطور جلسه قبل رو دانلود کنم. عرض کردم که توی کانال تلگرام فارکس اسکول میسپیک تریدر و توی کانال یوتیوب بروکر IFC مارکت موجود هست، دانلود کنید و ببینید. آدرس سایت ها هم در کلیپ موجود هست، میتونید بردارید آدرس رو. استاد میشه رکورد کرد فیلم رو؟ اجازه هست، اجازه رکورد با خود بروکر IFC مارکت هست، ولی اگر رکورد نکنید هم مشکلی نیست، ما کلیپ رو در اختیار دوستان قرار خواهیم داد. خب چطوری تمرین کنیم روابط شاخص ها رو؟ روابط شاخص ها رو بچه ها شما از مهمترین کانالی که میتونید این روابط رو تحلیل بکنید گذشته بازار هست. شما توی کانال در واقع سایت فارکس فکتوری که برید و روی هر خبری که کلیک بکنید یه قسمتی داره نوشته شده مور. در قسمت مور شما میتونید گذشته و تاریخچه هر خبر رو ببینید. وقتی روی تاریخچه هر خبر میرید در واقع میزان دقیق دیتایی که اعلام شده هست، تاریخ دقیقش هست و میزان تغییر هم هست. میتونید اینها رو با هم مقایسه کنید و بعد برید روی چارت در همون تاریخ و ببینید که چند پیپ بازار در اون تاریخ نوسان داشته، آیا نوسان به سمت تقویت ارز بوده یا به سمت در واقع ضعف ارز بوده،
و اون در اون لحظه اون خبر رو تحلیل بکنید و بعد تایم فریمتون رو یک مقدار ببرید بالاتر و مثلا در طی هفته هم بررسی بکنید، ببینید که در طی هفته یا در طی ماه اون در واقع ارز به چه ترتیب حرکت کرده. یعنی شما میتونید هم تاثیر لحظه‌ای که اون خبر در گذشته روی چارت داشته رو ببینید و هم تاثیر بلند مدتش رو طی یک ماه و یک هفته بررسی بکنید. خیلی از اخباری که در واقع معکوس میشه و یه تاثیر خودش اون لحظه نشون نمیده ولی بعداً در طی هفته یا ماه تاثیرش رو میذاره، شما میتونید این اخبار رو پیدا بکنید. تنها راهی که دارید مطالعه هست و اون هم به این ترتیب که برید رو سایت فارکس فکتوری یا سایت‌های دیگه اعلام اخبار و گذشته خبرها رو بیارید، نرخ‌ها رو بررسی بکنید و بعد برید روی چارت تاثیرش رو روی چارت هم ببینید. اگر خیلی خلاصه میخواین اخبار فاندامنتال رو بدونید، بچه اخبار فاندامنتال واقعا بحث پیچیده‌ای هست، خلاصه نمیشه توضیحش داد، اتفاقا اینقدر جزئیات داره و اینقدر باید با فوکوس روش کار بشه و با حوصله روش کار بکنید که حالا ممکنه بعضی ها در حوصله‌شون نباشه. اگر خیلی خلاصه میخواید فاندامنتال رو بدونید، کلیپ جلسه گذشته که خدمتتون عرض کردم که گفتم که نحوه کار با سایت فارکس فکتوری رو بگیرید، این ساده ترین نوع کلیپه که میتونه به شما فاندامنتال رو توضیح بده. ولی در واقع فاندامنتال یک تحلیل فاندامنتال مهارت پیچیده‌ای هست که نیاز به گذر زمان زیادی داره که شما روش زمان بذارید، مطالعه کنید شاخص‌های مختلفو و چیز ساده‌ای نیست. واقعیت اینه که سخت نیست ولی زمان‌بر هست و باید با دقت همه شاخص ها رو بررسی بکنید. بعد وبینار هم ذخیره خواهد شد، در کانال قرار میگیره. خب بله، این که دوستی پرسیدن که چطوری میتونیم تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال رو در کنار هم استفاده کنیم رو بله در انتها خواهیم گفت. آمار قبل تاریخچه شاخص ها مربوط به مثلا دلار رو از کجا میتونیم ببینیم؟ توی سایت هایی که اعلام کردم بچه ما تو قسمت شاخص های کلیک خواهیم داشت، این یکی از وبینار هم جلسه 6 در مورد شاخص هاست. سایت هایی که شاخص ها رو اعلام میکنن اونجا ما در مورد توضیح میدیم که جلسه گذشتم سایت های اعلام شاخص ها رو توضیح دادیم، اونجا میتونید آمار شاخص ها رو ببینید. خب دیگه من بیشتر چت میبینم و سوالی رو تو گروه نمیبینم. استاد اگر شد در زمان کلاس نشون بدید چگونه باید از این گفته های شما عملی انجام داد؟ حتما این کار خواهیم کرد در جلسات بعدی. البته طی دو جلسه آتی بیشتر مباحث تئوری عملی نیست ولی سعی میکنیم عملی هم برای شما مثال هایی داشته باشیم. میزان تغییرهای اعلامی در شاخص ها مثلا 200,000 واحد رو از کجا پیدا کنیم؟ از سایت هایی مثل فارکس فکتوری یا افیکس اسپریت. دقیقا اونجا گزارش میشه دقیقا که چقدر تغییر میکنه. ارتباط بین شاخص ها رو چطور بررسی بکنیم؟ همین در واقع فایل های تئوری که ما این جلسه و جلسه بعد، این در واقع 4 جلسه آتی برای شما میگیم، ما این ارتباط رو داریم برای شما توضیح میدیم. خدمت شما عرض میکنم که ارتباط به این ترتیب هست. این ارتباط تئوری رو که بدونید کافی هستش که وقتی یک شاخص اعلام میشه پیگیر شاخص بعدی هم باشیم. بدونید که اگر امروز نرخ بیکاری اعلام میشه شما باید در واقع نرخ سی پی آی رو هم بعدش بررسی بکنید و پیگیر اعلام سی پی آی هم باشید و از پیگیر در واقع پیگیری اعلام سی پی آی و نرخ بهره بیاید و ببخشید نرخ بیکاری و سی پی آی بیاید و نرخ بهره رو برای خودتون تا حدودی پیش بینی بکنید و این کارو میتونید انجام بدید ولی خب نیاز به گذر زمان خیلی زیادی داره و اینکه خیلی تمرین بکنید. ما معامله رو بر حسب پیش بینی انجام بدیم یا منتظر خود خبر باشیم؟ من در جلسه گذشته هم عرض کردم که معاملاتتون رو قبل از خبر انجام بدید و گفتیم که همیشه میگیم یک تریدر خوب باید با شایعه بخره با خبر بفروشه. یعنی قبل از اینکه خبر اعلام بشه شما باید از بازار خارج بشید. چرا؟ چون در واقع اخبار مال پولهای سرگردانه. شما اگر یک تریدر هوشمند هستید باید هوشمندانه رفتار کنید. پس توی بازار هیجانی نباید حضور داشته باشید. هیجان رو بذارید برای گوسفندهای بازار. شما باید در دسته در واقع تریدرهای هوشمند باشید، در دسته
گوزن ها باشید، در دسته مرغ ها باشید، در دسته گوسفند ها قرار نگیرید. من میخوام فارکس رو از بیسیک یاد بگیرم، چه توصیه میکنید؟ کانال آموزش فارکس ما همه کلیپ ها رو میتونید ببینید، تقریبا 100 تا کلیپ و به راحتی میتونید یاد بگیرید. از افزایش نرخ بهره‌وری درست از یک طرف باعث کاهش هزینه ها میشه، ولی آیا از یک طرف دیگه باعث افزایش نرخ بیکاری نمیشه؟ بله، چرا؟ ما اتفاقا توضیح دادیم توی همون قسمت که داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم که این روابط کاملا دو جانبه و دو سویه است و یک بالانسی اینجا برقراره. شما باید درک بکنید که وقتی که قرار خیلی از میانگین دور بشید، ما در واقع تاثیر منفی و مثبت میتونه خبر داشته باشه. باید در یک اقتصاد سالم همیشه نرخ بهره وری، نرخ بیکاری هم باید توی این حالت استاندارد وجود داشته باشه. ما هیچ نرخی رو به صفر یا به 100 نمیتونیم برسونیم، ولی باید در یک حالت بیسیک و استاندارد این نرخ ها رو در یک حالت تعادل داشته باشیم. وقتی که از تعادل دور بشه، قطعا یا تاثیر مثبت خواهد داشت یا تاثیر منفی خواهد داشت و این رابطه کاملا برقراره. خب، با این رشد بی سابقه یورو طی این دو روز و ضرر زیادی دادیم، الان پیشنهادتون چیه؟ انتظار ندارین که من الان تو این تایم کوتاه اینو براتون تحلیلش بکنم. خب دوستان، بیشتر سوالات دیگه سوالات حاشیه‌ای هست. برای معاملات اسکال تحلیل تکنیکال رو پیشنهاد میکنید یا فاندامنتال؟ هر دو، مگر اینکه اسکلپری بخواد. ببینید، اسکلپرها دو دستن: اسکلپری که در زمان خبر اسکلپ میکنه، اسکلپری که خارج از زمان خبر اسکلپ میکنه. و با توجه به هر دو دسته، شما باید هم تکنیکال رو تا حدودی بدونید و هم فاندامنتال رو. اگر اسکلپر خبر هستید، قطعا باید فاندامنتال رو بدونید. اسکلپر خبر نباشید، اسکلپر بازار عادی هستید، کافی است بدونید در چه تایم های خبر اعلام میشه و در تایم های ترید نکنید. آیا دلار بالا میآید؟ خدمت شما عرض شود که من خدمتتون عرض کردم، گفتم که زمانی ما میتونیم انتظار داشته باشیم ریال در مقابل دلار تقویت بشه و کاهش دلار رو یه چیز ثابت شده و قبلی ببینیم که نرخ بیکاریمون درست بشه. با این در واقع احتمالی که نرخ بیکاری 60% و 30% داره اعلام میشه، ما نمیتونیم انتظار تقویت دلار رو در ریال رو داشته باشیم. و نهایتا میتونم بهتون بگم که نه، اگر که دلار پایین میاد و ریزش داره، این ریزش دستوری در بازار خواهد بود، و چون ریزش دستوری کوتاه مدت، هیچ وقت نمیتونه بلند مدت در بازار ریزش دستوری رو داشته باشیم، چون ریزش دستوری خودشون روی بخش از منابع خودشون رو هم تحت تاثیر قرار میده. بنابراین خیلی مدت زمان این ریزش کوتاه خواهد بود و بیشتر از یکی دو سه ماه نمیشه. بنابراین بله، قطعا ما بلند مدت دلار رو سودی پیش بینی میکنیم. خب، من متوجه نشدم پی سی از جی دی پی کم کنیم چی میشه؟ ببینید، این دوتا رو نباید از همدیگه کم کنیم. ما اصلا نگفتیم که پی سی رو از جی دی پی کم بکنید. ما در واقع اون یه بخشی از جامعه هست و این یک بخشی از جامعه هست. شما این دوتا رو نباید از همدیگه کسر بکنید. یک معادله نیستش که از همدیگه کسرش بکنید. ولی کاهش پی سی میتونه اثرات رو روی جی دی پی داشته باشه و به نحوی میتونه این بالانس رو برقرار بکنه که رشد تولید داخلی شما افزایش یا کاهش پیدا بکنه. آدرس کلی شاخص ها رو اعلام میکنید، توی کلیپ سایت کلیپ جلسه قبل توضیح دادیم در موردش. نظرتون درباره بیت کوین چی؟ آیا جانشین طلا میشه؟ استاد، در این مثال اگر نرخ تورم مثل بالا اعلام بشه، باید بگیم خبر بدیه و نرخ ارز کاهش پیدا میکنه، یا باید بگیم به خاطر تورم بالا بانک مرکزی نرخ بهره رو افزایش میده و ارزش ارز افزایش پیدا میکنه؟ ببینید بچه، اگر نرخ تورم شما باید بالا بودنش رو متناسب با تغییری که به نسبت سری قبل داشته بسنجید. مثلا ما تو ایران میگیم نرخ تورم بالاست و به همین نسبت نرخ داره بالاتر هم میره. خب، ولی حالا توی یه جامعه مثل آمریکا نرخ تورم تا حدودی ثابته و افزایش خیلی کوچیکی داره. حالا اگر این افزایش در سری بعد در که میخواد اعلام بشه
تغییر محسوسی رو به نسبت سری قبل داشته باشه، اونجاست که باید قضاوت بکنیم و بگیم خبر بدیه و نرخ ارز کاهش پیدا میکنه و باید سیاست های بانک مرکزی برای افزایش و تغییر نرخ بهره یا کاهش نرخ بهره دست به کار بشه و ارزش ارز رو تعیین بکنه. بنابراین این که ما فقط بگیم نرخ تورم بالاست ملاک نیست، ما باید ببینیم که نرخ تورم علاوه بر بالا بودن به نسبت سری قبل چه تغییری کرده و به همون نسبت که نرخ تورم بالا رفته آیا تولید ما هم بالا رفته. یعنی صرف اینکه بالا نرخ تورم بالاست ملاک نیست، نرخ تورم باید در کنار تولید هم دیده بشه. آیا تولید شما همزمان با نرخ تورم هم تغییر پیدا کرده و بزرگتر شده یا کوچکتر شده؟ اینها در کنار هم میتونه این سیاست ها رو برای شما آشکار بکنه که نرخ بهره تغییر خواهد کرد یا نه، چون ما یه سطحی از تورم رو در جامعه نیاز داریم. خب دوستان لطفا سوال دیگه نپرسین، تایم ما تموم شده. سر ما یک تریدر باید نیست یک تحلیلگر با این مفاهیم روبرو بشه، 100% اصلا کلا بحث تحلیلیه. فایل پی دی اف متاسفانه نداریم، آماده نکردیم فایل پی دی اف، ولی فایل های دلوان کلیپ ها در اختیار شما خواهد بود. چقدر دقت لازم داریم؟ آیا برای تریدر روی چند تا ابزار تریدر کنیم بهتره یا نه؟ توصیه من همیشه این هستش که اگر که تحلیل تکنیکال میکنید بیشتر از 5-6 ابزار رو استفاده نکنید. اگر تحلیل فاندامنتال استفاده میکنیم روی یکی دو تا یا سه تا ارز نهایت متمرکز بشیم، چون تحلیل فاندامنتال خیلی قوی تر و پیچیده تر از تحلیل تکنیکال هست و نیاز به در واقع تمرکز بیشتر تریدر داره و اون تحلیل کردنه ذهن تریدر رو درگیر میکنه و نمیتونید شما همزمان روی چند تا ارز متمرکز باشیم. بهتره که روی تعداد ارزها و ابزارهای محدودی کار بکنید. چطور بتونیم از بهره شبانه استفاده بکنیم؟ این دیگه بحث جداییه و در این جلسه نمی گنجه و این ویدیو هم ضبط خواهد شد. خب دوستان این جلسه ما هم به پایان رسید و در جلسه بعدی در خدمت شما خواهیم بود. مجدد تشکر میکنم از ساپورت فارسی زبان بروکر اکسی مارکتس که فرصت ویژه آموزشی رو برای مشتریان ایرانی فراهم کردند. با امید به فردایی بهتر با تلوی آفتاب بر فلات ایران زمین، دلهایتان شاد آسمانی، مانا باشید، پرسود و پیروز.